در این برنامه می رویم به پاریس برای گفتگو با آقای دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه. اجازه بدین همینجا خدمتشون عرض سلام کنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام بر شما جناب آقای حسین مهری عزیز، امیدوارم که خوب باشید. خیلی متشکرم برای این دعوت شما و اگر تأخیری شد برها من هم در این مسئولیت دارم به خاطر ترافیک در پاریس. امیدوارم که همه ایرانیان در هر کجا که هستند، در داخل ایران و همچنین در خارج، همیشه خوب و سرحال باشند. همچنین شما و خانواده و به خصوص نوه ها که صداشون شنیدیم. آفرین بر شما. آقای دکتر بفرمایید که این آقای سروش اظهاراتی درباره درگذشت مریم میرزاخانی کرده، شما یک واژه‌ای درباره اظهارات ایشان به کار بردید، پریشانگویی، واقعا اینجوریه؟ من فکر می‌کنم غیر از این نیست و فکر می‌کنم که واقعا چنین است. آخه بحث بر سر این است که وقتی میگیم پریشانگویی، این گفتن خارج از یک منطقی هستش، خارج از یک خردمندی هستش، صحبت هایی هستش که با برحال عقلانیت موجود محیط دانشگاهی و علوم سرکاری نداره و به همین خاطر هستش که صحبت از این بود که وقتی که آقای سروش اخیراً همونطور که در تصویر هم شما نشون میدید یک حدود 10 دقیقه در ارتباط با خانم میرزاخانی صحبت کردند و در تمام این 10 دقیقه ایشون این مسئله مطرح کردند که به هر حال ما جلوی تقدیر رو نمیتونیم بگیریم و آرزو کردند که خانم میرزاخانی در آن جهان توسط فرشتگان به هر حال در آغوش فرشتگان قرار بگیرن و مسائلی و مفاهیمی از این قبیل، و به همین خاطر هستش که از نقطه نظر من دانشگاهی و از نقطه نظر کسی که حداقل برخورد علمی به مسائل رو داره، شما حتی اگر هم میخواهید ابراز نظر بکنید، اظهار همدردی بکنید، زمانی که خصوصی است یه بحث دیگه است، ولی زمانی که در سطح اجتماع هست، تاریخ این رو ضبط میکنه، افراد مختلف در ایران و خارج از ایران این رو میشنوند، محیط دانشگاهی این رو میشنوه و شما در ارتباط با یک دانشمند دارید این صحبت رو میکنید، این گونه صحبت کردن جز امری در تناقض با خرد و امری در تناقض با گفتار خردمندانه چیزی دیگه ای نیست. مگه چه گفتن؟ بله؟ میگم مگه چه گفتن؟ آقای سروش وقتی که صحبت از این میکنن که به هر حال خانم میرزاخانی به هر حال یکی از افراد برجسته بوده و ایشون در واقع امیدوار هستن ایشون که توسط فرشتگان در آن جهان مورد استقبال قرار بگیرن، این یعنی چی؟ یعنی چی؟ برای گفتن و به هر حال ابراز همدردی با یک خانواده در ارتباط با یک دانشمند بزرگ، این که شما به عنوان شما اگر به عنوان فیلسوف هستید و ایشوره که ایشون خود رو فیلسوف مطرح میکنن، خب برابر این امر فلسفه امر دین نیست، گفتار فلسفی گفتار دینی نیست و گفتار خردمندان به معنای اجتماعی جامعه شناسیش و فلسفیش به معنای در واقع پخش و به اصطلاح گسترش گرایشات یا به هر حال اعتقاد مذهبی فرد نیست. اینجا ما باید دقت بکنیم، ببینید ما در یک فضای متولد میشیم و در یک فضای رشد میکنیم که خرد و غیر خرد رو با هم خاطی کردیم در این جامعه، یعنی جامعه ما احتیاج داره که بر اساس خردمندانی، خردمندی بر اساس منطقه، بر اساس داده ها، بر اساس واقعیت هایی که اتفاق میفته برخورد بکنه. طبعا انسان ها احساس دارن، طبعا انسان ها دارای به هر حال
غم، اندوه و شادی هستند. این رو از کسی نمیشه برداشت، این یک واقعیت انسانی هستش. ولی که شما زمانی که در ارتباط با یک هنگامه دردناکی مانند مرگ این دانشمند بزرگ ابراز نظر میکنید و تمام رسانه ها ابراز نظر شما رو میبرن و شما به عنوان یک فیلسوف میخواهید ابراز نظر بکنید، این امری که ایشون مطرح کرده و گفته ای که ایشون مطرح کرده آقای سروش به هیچ وجه به هیچ وجه در عرصه فلسفه، در عرصه خرد اجتماعی، در عرصه همدردی های حتی اجتماعی نیست. این رو در واقع قاطی کردن با مفاهیم که چه عرض کنم با اعتقادات مذهبی معینی هستش و از نظر منی که یک دانشگاهی هستم چنین امری نامناسب هستش و به همین خاطر در این مقاله‌ای که از دیروز در واقع منتشر کردم گفتم که چرا این امر نادرست است، به خاطر اینکه حرفی که آقای سروش میزنه همون دقیقا حرفی هستش که هر آخوندی در مملکت ما ایران میتونه مطرح بکنه، هر گونه ملایی در مملکت میتونه ما میتونه به اصطلاح بیان بکنه. پس فرق آقای سروش و آقای ملایانی که ریز و دروش در این مملکت ریختن کجاست؟ همون تیک صحبت ایشون رو شما بردارید و نگید که ایشون این حرف رو زده و بگید که چه کسی این رو گفته. هر کسی بدون هیچ گونه آدرس به شما خواهد گفتش که این جز یک ملا و یک آخوند کسی دیگه نمیتوانه باشه که چنین حرفی رو زده باشه. بنابراین شما به عنوان زمانی که به عنوان نواندیش میخواهید برخورد بکنید، ایشون میگن من نواندیش هستم، نواندیشی در جین، اگر نواندیشی در تمامی ریزکاری ها باید از جمله خودشون نشون بده، دیگه شما باید فاصله بگیرید با صحبت ها و دعاهای آخوندها. و اگر نواندیش هستید بیشتر روی اندیشه برید، صحبت از مقام یک دانشمند در عرصه اندیشه مثلا علمی، در زمینه پژوهش های علمی، در زمینه مقامشون در عرصه دانشگاهی، در ارتباط با مجموعه کشفیاتی که ایشون کردن و اون هم نه کشفیات عرفانی بلکه کشفیات علمی ریاضی هستش که البته کار آسانی نیست. بیشتر اگرم میخواهید در واقع تجلیل بکنید، تجلیل از شخصیت علمی این فرد باید بشه، نه اینکه در واقع همون صحبت هایی رو که آخوندها در سر منبر یا در روی در موقع روزخانی ها مطرح میکنن همون رو شما بیایید در تمامی رسانه های کشوری و خارج کشور این رو مطرح بکنید. و به همین خاطر هستش که من به عنوان یک دانشگاهی زمانی که در واقع این صحبت های سروش رو شنیدم به شدت در واقع مورد اعتراض قرار دادم این صحبت رو. البته کسانی هستن که با نظر من چه بسا توافق نداشته باشن، مهم نیست. خود این مقاله من کلی واکنش های گوناگون در فیسبوک من به وجود آوردش و در همچنین در سایت هایی که این مقاله من منتشر شد و تا اونجایی که من میدونم و برام نوشتن بسیار بسیار افرادی بودن، حتی اقل من در ارتباط با سایت خودم رو دارم میگم، فیسبوک خودم رو دارم میگم، حداقل در عرض این یک روز اخیر بیش از 350 نفر آمدند و تایید کردند صحبت من رو و حدود 70 نفر مشخصا آمدند و نظر خودشون با نظر من اعلام کردند، توافق نظری خودشون اعلام که عناصری بودن معدود در ارتباط با نظر با آقای سروش، ولی اکثریت کسانی که من شنیدم گوش کردم و یا در محیط خودم در اینجا در پاریس وقتی به تبع کسانی که طرفداران آقای سروش هستند از نقطه‌ای که چون دیندار هستن، چون مذهبی هستن، چون دارای گرایش هستن، به نظر من میبخشید اگر چنین برخورد میکنن، ولی به شکل امتی برخورد میکنن، حال آنکه ما بر اساس عقل و درایت و معیارهای علمی و معیارهای دانشگاهی باید برخورد بکنیم زمانی که مرگ یک عزیز دانشمند مطرح هستش. بسیار ممنونم آقای دکتر ایجادی عزیز. در ایران یک مقایسه هایی داره میشه درباره آقای خامنه ای و استالین. یک بار آیت الله خامنه ای گفته بود من استالین نیستم. دیکتاتورها البته متفاوت هستند ولی رفتارهای مشترک در میان آنها کم نیست. دیکتاتوری به معنای یک رژیم
سیاسی است که در آن کنترل و اجرای قدرت سیاسی توسط یک گروه بدون محدودیت قانونی انجام می شود و دیکتاتور فردی است که رژیم سیاسی را به خود محدود کرده و منافع فردی خود را بر همگان برتر می داند. استالین و خامنه‌ای در این زمینه تمایل مشترک دارند. شما در این باب هم یک تحلیل مفصلی نوشته بودین. بله آقای مهری عزیز، به هر حال تمامی مسائل جامعه ما تاریخی و امروز جامعه در عرصه سیاسی، جامعه شناسی، اقتصادی پیوسته و پیوسته مورد تحلیل باید قرار بگیره. ما احتیاج به تحلیل داریم، یعنی باید به خاطر اینکه در جامعه اخبار زیاد هستش و اخبار رو از رادیو تلویزیون گوش میکنیم و براه فاصله میتونیم منعکسش بکنیم، ولی که بس بسه این هستش که ما چجوری در موقعی که اخبار رو میشنویم تا حدودی بالاتر بریم و ریشه های این خبر یا اون خبر رو گیر بیاریم، پایه های تحلیلی اینها رو گیر بیاریم و در ارتباط با ایران هم و در ارتباط با اپوزیسیون ایران هم. اساسا بحث دیکتاتوری یک بحث باز هستش، به خاطر اینکه در نگاه جامعه ایران اون چه که به اصطلاح صحبت از در دوران پهلوی اگر خاطرتون باشه صحبت از دیکتاتوری محمد رضا شاه بود، خب طبعا درست بود، یک واقعیت سیاسی اون دوره بودش، ولی که به هر حال دیکتاتوری ها به یک فرم ختم نمی شوند. و وقتی ما به تاریخ نگاه بکنیم ببینید شما دیکتاتوری در عرصه به اصطلاح ایدئولوژی چپ استالینی میتونید ببینید، میتونید این رو در ارتباط با فاشیسم و نازیسم میتونید ببینید، میتونید این رو در عرصه ایدئولوژی های اسلامی میتونید ببینید، میتونید این رو در ارتباط با رژیم های نظامی که امروز در بسیار از کشورهای به فرض آفریقایی وجود دارن میتونید ببینید. و این شکل دیکتاتوری ها مختلف هستن، متفاوت هستن، ولی که این دیکتاتوری ها در واقع تمرکز قدرت در دست یک فرد و یا یک گروه بسیار بسیار محدود هستش. یعنی زمانی که ما صحبت از دیکتاتوری میکنیم، دیکتاتوری به معنای چیست؟ به معنای امری که ناقض امر دموکراسی و ناقض استقلال سه قوه اساسی در یک کشور هستش، یعنی قوه در واقع قانونگذار، قوه قضایی و قوه اجرایی. دیکتاتور تمامی این قواعد رو به هم میزنه. این دیکتاتوری چه فردی باشه چه گروهی محدود، پیوسته و پیوسته قانون رو مطابق با خواست خودش میگه و اگر هم قانونی به اصطلاح در یک کشور باشه، مرتب و مرتب اونجایی که لازم باشه همه این قوانین رو به هم میزنه. هیچ موقعی در یک دیکتاتوری قضاوت جنبه مستقلانه‌ای نمیتونه داشته باشه، به خاطری که قضاوت و سیستم دادگستری تابعی هستش از اون اراده فرد دیکتاتور یا اون گروه دیکتاتور یا اون در واقع مافیایی که بر قدرت نشسته است. و به همین خاطر هستش که ما با توجه به اینکه رنگ‌های مختلف از دیکتاتوری داریم، مانند دیکتاتوری در ایران که از زمان به وجود آمدن جمهوری اسلامی، از زمان آیت الله خمینی تا امروز آیت الله خامنه‌ای، مگر این رژیم موجود در ایران جز دیکتاتوری چیز دیگه هست؟ همون است. دیکتاتوری ایران متکی هست بر ولایت مطلقه فقیه و فقط یک فرد، دیروز آیت الله خامنه‌ای و امروز آیت الله خامنه‌ای بر مسند قدرت سوار هستند و تمامی مسائل مرکزی و اساسی مملکت بر اساس سلیقه و خواست این فرد تعیین میشه. از تمامی، از رئیس جمهور گرفته تا کسانی که در مجلس میرن، تا سیاست‌های کلانی که در این کشور انجام میشه، تا سیاست‌های نفتی، تا سیاست‌های مربوط به مناسبات بین‌المللی توسط یک فرد که آیت الله خامنه‌ای باشه تنظیم میشه. پس این عین دیکتاتوری است. حال آیا این که گفته بشه اینشون اسلامی هستش فرقی میکنه؟ به هیچ وجه فرقی به هیچ وجه نداره، چه اسلامی باشه چه استالینی باشه، دیکتاتوری دیکتاتوری است. و زمانی که شما دیکتاتوری دارید، مردم رو در بازی دموکراسی، به بازی به معنای مثبتش مورد نظر هستش، دیگه چی جای نخواهید داد.
وقتی که شما دیکتاتوری دارید، پلورالیز یا چند حزبی دیگر معنای واقعی خودش از دست خواهد داد. وقتی که شما دیکتاتوری دارید، کسی نمیتواند انتقاد بکنه، بنابراین یک نوع توتالیتاریسم هست. دیکتاتوری آقای خامنه‌ای مانند همون دیکتاتوری هستش که استالین داشت. جوزف استالین، رهبری که بعد از مرگ لنین در شوروی بر سر قدرت آمد در 1924، حتی در اون زمان خود لنین هم که خودش یک فرد مقتدر و متکی بر حزب لنینیستی در واقع دیکتاتور منشانه بود، در وصیت‌نامه‌اش گفته بود که مواظب باشید، به هر حال این استالین داره انتخاب میشه، ولی کن استالین در وصیت‌نامه نوشته که مردی خشن و نابردبار است و در فرصتی که به وجود بیاد سعی بکنید که اون رو کنار بزنید. ولی که به هر حال ما دیدیم این فرد بر سر قدرت آمد و تمام مهرها و تمام سیستم شوروی را، یعنی سیستم مربوط به اصطلاح دستگاه جاسوسی، مربوط به سیستم حزبی، مربوط به سیستم های سیاست های کلان رو در واقع شخص استالین به طور قاطع این رو تنظیم میکرد. طبعا استالین تنها نبود، یک آپارات، یک دستگاه، ولی اون چه که خط دهنده هستش استالین و در کنارش عناصر معدودی هستن که اون عناصر معدود هم در واقع ما یه توجه بکنیم که در سالهای 20 اتفاقی در شوروی میفته. استالین به لحاظ ویژگی که داشت بر رأس قدرت تمام حریفان خود رو از میدان خارج میکنه، افرادی مانند کامنوف ها، بخارین ها، همه و همه اینا که رهبران حزبی هستن، اینها در واقع به مرور در درون دادگاه های پوشالی حزبی به اصطلاح به مانند ایران تنظیم شد و همه اینا از میدان کنار رفتن. آقای دکتر ایجادی ببخشید، آقای دکتر ایجادی، میشه فصول مشترک بین این دو دیکتاتور رو معین کرد؟ بله، فصول مشترک، ببینید چیزایی که من میبینم، یکی مسئله اساسا کیش شخصیته. این کیش شخصیت در دو وجود، هر دو وجود داره، یعنی چه در ارتباط با استالین باشه، کسی حق نداشت به ایشون انتقاد بکنه. تمام جاها باید پورتره‌های بزرگ، عکس‌های بزرگ ایشون پیوسته می‌آمد. در تمام روزنامه‌ها باید مرتبا عکس استالین چاپ می‌شد. در تمام سالن‌ها باید عکس استالین چاپ می‌شد. در همین ایران ما، در زمان خمینی و در زمان خامنه‌ای، شما توجه بکنید، در تهران این تمام پورتره‌های بزرگی که رو ساختمان‌های بزرگ هستش، در هر کوی و برزنی که می‌رید، در واقع شما عکس خامنه‌ای رو می‌بینید. حتی ایشون یک بار هم شما نمیبینید که کسی جرأت بکنه به خامنه‌ای انتقاد بکنه. یعنی این شخصیت به عنوان خودش، به عنوان یک شخصیت خدایی معرفی میکنه، خدایی که در روی زمین داره حکم میرونه، خداگونه. دقیقاً، هرچند که استالین در واقع قدرت خودشو به اصطلاح از ایدئولوژی خودش و از پرولتاریای خودش و از ایدئولوژی حزبی خودش میگرفت، اینجا ما با یک ویژگی مواجه هستیم که سیستم ایران یک سیستم دینی هستش، بنابراین کیش این شخصیت خود رو و به اصطلاح تعریف میکنه در ارتباط با مسئله به اصطلاح اراده الهی و به همین خاطر. ولی که در اساس آنچه که اتفاق میفته در جامعه ما، این شخصیت هرگز قابل انتقاد نیست، این شخصیت مقام خدایی داره و هیچ کسی قادر نیست و نباید به این شخصیت در واقع برخورد بکنه. میگم برخورد، و به همین خاطر است این یکی از ویژگی‌های این دو دیکتاتوری هستش. مورد دیگه دیکتاتوری مسئله ایدئولوژی سازی اینها هستش. ببینید، ایدئولوژی سازی یک به اصطلاح روندی هستش، یک دستگاه اعتقادی هستش که برای شما دنیا رو در خودش توضیح میده. ایدئولوژی چه در سیستم به اصطلاح کمونیستی باشید، نوع ایدئولوژی هستش. یعنی ایدئولوژی یعنی چی؟ مجموعه از به اصطلاح احکام جزمی که شما رو، دنیای شما رو، آینده شما رو در خود توضیح میده. به عنوان نمونه میگن که به فرض مارکسیسم به اصطلاح علمی، و در این مارکسیسم علمی تاریخ توضیح داده شده، موقعیت این جامعه توضیح داده شده و آینده بشری هم توضیح داده شده، و برابری جز پرولتاریا که منظورش خود حزبیا و در رأس اونها نخبگان این سیستم یعنی استالین استیا هستن، جز در واقع پرولتاریا هیچ کسی دیگه قادر و به اصطلاح حق ندارد. حالا ایدئولوژی اسلامی رو شما در نظر بگیرید، ساختار این ایدئولوژی در برگیرنده همون به اصطلاح بافت
احکام جزمی هستن. این احکام جزمی یعنی چی؟ میگه که شما این دنیا در واقع به این ترتیب تنظیم شده، شما کسانی هستید که در اینجا اگر پیروی از به اصطلاح شریعت فقه شیعه بکنید، از امامت حمایت بکنید، از امام زمان در واقع پیروی بکنید، از احکام این به اصطلاح روحانیون حاکم بر ایران پیروی بکنید و قدرت حکومتی در ایران که یک قدرت در واقع دینی رو به اصطلاح مورد حمایتتون قرار بده و بنابراین شما این دنیا رو دارید، آن دنیا رو هم خواهید داشت. یعنی چی؟ یعنی در دو ایدئولوژی هر دو به یک چیز میخوان برسن که افراد در واقع تابع باشن، که افراد دیگه جستجو و کوشش برای پرسجو نداشته باشن. در اونجا میگه من مارکسیسم برای همه چیز رو تنظیم کردم، در اینجا میگه که من ایدئولوژی شیعه همه چیز تنظیم شده، بنابراین فرد باید در واقع فقط تابع باید باشه. این یک مورد دوم. مورد سوم در ارتباط با ویژگی‌های نزدیک اینها این هستش که ببینید ما در مدل شوروی مدل در واقع حزب تک حزبی داریم، تک حزبی لنینی داریم که این حزب لنینی تبدیل میشه به تک حزبی استالینی. اگر خاطرتون باشه سیستم حکومتی در ایران در اون دوران ابتداییش در جستجوی این بودن که در واقع یک حزب و اون هم حزب جمهوری اسلامی رو در واقع برقرار بکنن و اون رو تنها نیروی حاکم بر جامعه بکنن و در کنار این اقدام ما داشتیم این شعارها رو میگفتن حزب فقط حزب الله، یعنی کسی که در دارای گرایش دیگه هستش نباید باشه و بنابراین حزب الله هم تبدیل میشد به همون به اصطلاح جمهوری حزب جمهوری اسلامی. ولی به دلایل گوناگون تاریخی و همچنین درگیری های شدید و همچنین ترورهایی که صورت گرفت اون سیستم حزب جمهوری اسلامی متلاشی شد. ولی که در اساس ما امروز اگر با دقت نگاه بکنیم درسته که حزب جمهوری اسلامی مانند حزب استالین وجود نداره، ولی که از اونجایی که بیت رهبری یک بیت هستش که نقش قاطع داره، یعنی همون حزب، همون حزب الله، همون حزب بیت آقای خامنه‌ای هستش و بنابراین تمامی احزاب دیگه یا نباید وجود داشته باشن یا اینها فقط و فقط جنبه‌های فرعی و زیر پوشش و بر اساس خط به اصطلاح سبزی، یعنی چراغ سبزی که اون بیت خانه آقای خامنه‌ای مطرح می‌کنه خودش. بنابراین از نظر جامعه شناسی ما با این ساختار ما که در به اصطلاح سیستم شوروی داریم مواجه نیستیم به لحاظ وضعیتی که در ایران روی داد، ولیکن این ساختار به اصطلاح مذهبی، این ساختار فقهی، این ساختار ولایتی یا ولایت فقیهی همون نقشه همون به اصطلاح حزب رو بازی میکنه. این هم باز یک مطلب دیگه. یک مطلب دیگه هم خدمتون عرض بکنم. ببینید دیکتاتوری ها در واقع اینها فساد پرور هستن، همه دیکتاتوریا. در استالین این وجود، در جمهوری اسلامی هم این وجود داره، به خاطر اینکه سیستم دیکتاتوری سیستمی هستش که خواهان شفافیت نیست، بنابراین باید پنهانی عمل بکنه، بنابراین باید توطئه بکنه، بنابراین باید تمام مسائل مهم در پشت پرده و زیرزمینی عمل بکنه. به همین خاطر هستش که به اصطلاح فساد و به اصطلاح کوری و فساد و در واقع پشت پرده عمل کردن، فساد و به اصطلاح به شکل توطئه آمیز عمل کردن، این دو جنبه‌ای که خدمتون عرض میکنم فساد و توطئه یکی دیگه از اون مشخصات همون سیستم دیکتاتوری هستش. و بالاخره نکته آخر رو خدمتون عرض بکنم این هستش که دیکتاتورها و نظام دیکتاتوری و در اینها هم باز واقعیت داره و اون این هستش که ببینید مسئله اساسی باز تولید قدرت فردی این هستش که فرد اون زمان استالین بود، استالین به هیچ فردی اعتماد نداشت جز کسی که میرفت غذای این رو به عنوان پیشمرگ غذاشو میخورد که ببینه که این بخوره غذاش یا نه، به هیچ کسی اعتماد نداشت، به هیچ کسی. امروز هم آقای خامنه ای در واقع به چه کسی به اصطلاح میتونه اعتماد داشته باشه؟ عناصری هستن که در کنار ایشون هستن، ولی که ایشون یک فردی هستش که در درون خود در زندان زندگی میکنه و بنابراین عدم اعتماد نسبت به جامعه، عدم اعتماد به دیگران یکی دیگر از این مسائلی هستش که بنابراین سیراب میکنه دیکتاتورها رو. دیکتاتورها میتونه خامنه ای باشه، میتونه آقای استالین باشه، میتونه هیتلر باشه، میتونه در واقع
به اصطلاح دیکتاتورای او ماو باشه یا به هر حال افریقایی باشن، اینها رنگ ها و جلوه های گوناگونی دارن. بحث من این نیستش که اینها استاندارد شده هستن و دقیقاً عین هم عمل میکنن. به هیچ وجه هیچ انسانی با انسان دیگه برابری نداره از نظر رفتارش، منشش، ولی ما بر اساس نقطه نظر جامعه شناسی باید روندهای به اصطلاح برجسته ای که در عملکرد این دیکتاتور و در شخصیت این افراد عمل میکنن رو در این زاویه باید مورد توجه قرار بدیم. آقای دکتر ببخشید، میل به سلطه و تسلط و همچنین به کار انداختن ماشین سرکوب هم جزو فصول مشترک این گونه دیکتاتورها هست؟ کاملا درسته. یعنی زمانی که اینها اعتماد ندارن، زمانی که اینها باید توطئه بکنن، چه چیزی در اختیار اینها باقی میمونه؟ یک چیز سوء ظن نسبت به دیگران، تردید نسبت به دیگران. اگر اون اعتماد نداره پس چی داره؟ بنابراین ظن داره. و وقتی که ظن داره و وقتی که در واقع به هیچ کنونی از افراد دوروبر خودش و فراتر از اون اعتمادی نداره، بنابراین اینها ایدئولوژی تبدیل میشه به ایدئولوژی سوء ظن، ایدئولوژی تبدیل میشه به این ایدئولوژی در واقع پشت پرده و تبهکاری های به اصطلاح توطئه آمیز و بناگزیر نتیجه این امر چیست؟ تقویت ماشین سرکوب در سطح جامعه. این تقویت ماشین سرکوب، شما نگاه بکنید در سیستم شوروی، انقلاب شوروی وقتی رو داد تا زمانی که استالین در واقع در سال 1954 درگذشت، بسیاری از این یاران انقلاب به اصطلاح بلشویک دیروز نابود شدند، از بین رفتند. چطوری؟ از طریق سیبری، از طریق سیستم دادگاه‌ها، از طریق خود به اصطلاح جاسوسان کاگبه، از طریق به اصطلاح تیرباران کردن اینها و غیر ذلک. و در ارتباط با خود جامعه ایران هم نگاه بکنید، تمامی کسانی که به نحوی نزدیک بودند در درون این باب، این قدرتمندانی که در سر قدرت آمدن، جناهای از لیبرال ها، جناهای از این تندروهای خود مانند خداشون و تک تک اینها، مگر همین حتی در ارتباط با آقای رفسنجانی کاملا این شک برقرار هست که به هر حال ایشون رو هم در واقع اینها نابود کردن. بنابراین نه تنها این ماشینی هستش که به اصطلاح افرادی رو که اونها مورد اعتماد نیستش اونها رو زیر به اصطلاح دندونهای خودش خورد میکنه، ولی که به هر حال ماشین باید تقویت بشه در اشل یک اجتماع، به خاطر اینکه دیکتاتور میترسه برای حفظ قدرتش، حفظ هژمونیش در کشور، یک رقبای احتمالی در واقع یا باید بترسن یا در واقع نابود بشن یا باید کنار انداخته بشن. یک دو اینکه این سیستم اهریمنی نظامی جاسوسی و سرکوب در اشل یک کشور باید عمل بکنه و این عمل کردن به قول فیلسوف فرانسوی در واقع که یکی از به اصطلاح برجستگان تو فیلسوفای دوران اخیر که صحبت از این مطرح میکرد که میگفتش که در هر جامعه ما با یک ماشین دولتی اپقی دتا مواجه است. اپقی دتا یعنی چی؟ اپقی دتا یعنی دستگاه دولتی. و میگفت دستگاه دولتی یعنی چی؟ دستگاه دولتی که این تئوری های سنه مارکسیسی مطرح میکنه، به اصطلاح دستگاه دولتی عبارت از دو بخشه. یک بخش سیستم سرکوب، یعنی تمام به اصطلاح سیستم های ارتش، پلیس و غیر ذلك. یه طرف هم سیستم ایدئولوژی، یعنی مجموعه به اصطلاح امکاناتی که در مدارس و در احزاب و در سطح جامعه و در رسانه به وجود میان که چیکار کنه مردم رو زیر این سلطه ایدئولوژی خودشون نگه دارن. و به همین خاطر هستش که آلتوسر که یکی از به هر حال فیلسوفای معروف جامعه فرانسه بود و این تئوری رو تئوریزه کرده بود، این تئوری به قوت خودش باقی است و خیلی هم اتفاقا زیبا هستش، به خاطر که ما از نگاه آلتوسر میبینیم که به اصطلاح اختناق و سرکوب فقط در چماق نیست، بلکه اختناق و سرکوب در زم در پخش ایدئولوژی هستش که خواهان در واقع به تسلیم کشاندن افراد جامعه هستش. آقای دکتر، نوشته بودید که خامنه ای فردی است توطئه‌گر، آبزیرکا، کینه‌توز. قدرت فردی خامنه‌ای با توطئه‌گری و باندبازی و مخفی‌کاری و فساد
در هم آمیخته است و غالباً این زمینه های فساد رو یک حلقه قدرت که زیر نظر او هستند اداره می کنند. آیا استالین هم این بود؟ مسلمه، کاملا درسته. ببینید استالین کینه داشت، کینه داشت، به شدت کینه داشت. یعنی تمامی رهبران حزب کسانی بودن که مخالفه شدن انتقاد به او داشتن در ابتدا، میگفتن این تئوری تو در ارتباط با مثلا رفرم ارزی درست نیست، در ارتباط با سیستم صنعتی درست نیست. و اون از اونجایی که در واقع بر خودش یک شخصیت به اصطلاح بالایی رو در نظر میگیره، یک کیش برجسته رو در نظر میگرفت و بنابراین نمیخواست انتقاد بشنوه و به همین خاطر بود که اینها رو دفع میکرد. و اون تا اندازه این کینه ورزی خودش نگاه میداشت زمانی که موقعی که میخواستن به اصطلاح تروسکی رو نابود بکنن و چون نتونست در داخل کشور تروسکی رو نابود بکنه، یک به اصطلاح سیستمی توطئه‌آمیزی میریزن که برن در کجا؟ در مکزیک، که توطئه به این ترتیب تنظیم میشه و تنظیم میشه که برن در مکزیک و فرد فرستاده شده توسط دستگاه استالین با تبر کی رو به اصطلاح تروسکی رو نابود بکنن، تبر میزنن تو سرش و این در واقع میمیره. یعنی که تروسکی دیگه دور شده بود، تروسکی دیگه در حوزه قدرت نبود، تروسکی دیگه نمیتونست در واقع در داخل مملکت عمل بکنه. یکی همه میدونستن این رو، فقط که فردی فعال بود در ارتباط با پخش نظریاتش، که البته نظریاتی بود که از نظر من نظریاتش بسیار خوانایی داشت با خود نظریات استالینیستی در واقع، ولی که اختلاف سیاسی و اختلاف شخصی داشتن. خب و به همین خاطر هستش که اون فرد فردی بسیار کینه‌توزی بود. یا شما امروز خامنه‌ای رو در نظر بگیرید، خامنه‌ای کسی که به خامنه‌ای انتقاد بکنه هرگز نمیتونه سر بلند بکنه. یعنی شما در نظر بگیرید خامنه‌ای زمانی که در ارتباط با جنبش سبز توسط در واقع فعالین در درون جنبش سبز و در به هر حال مجموعه این حرکت‌هایی که به وجود آمد، دیدیم که آقای موسوی و یا آقای کروبی به هر حال بنابر اختلافاتشون، بنابر برداشت‌های مختلفشون کوتاه نیامدن و موندن رو خط خودشون، هرچند که خط اونها از نظر من قابل انتقاد بود به خاطر اینکه رفرانسی میدادن به دوران طلایی امام خمینی اگر خاطرتون باشه، ولی که به هر حال امروز به عنوان مخالفین آقای خامنه‌ای بودن. و این خامنه‌ای چون در اون لحظه‌ای بود که براش بسیار گران تموم شد، یعنی کسی بود که من فکر میکنه که به دنبال این به اصطلاح جنبشی که بالا آمد و جنبش سبز و اعتراضاتی که روی داد و پاره کردن عکس‌های اون و فحاشی به اون در صحنه و میدان اجتماعی در درون رسانه‌ها و غیر ذلک، برای اولین بار در یک اشل بزرگ و اشل جامعه ایران و اشل بین‌المللی حیثیت خامنه‌ای ضربه خورد. و به همین خاطر استش که امروز که در واقع بیش از 10 سال از اون دوران حدوداً 10 سال از اون دوران گذشته، هرگز نمیخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه در ارتباط با حصر، شکستن حصر، و بنابراین اونها رو در اون میدان میخواد در همون درون حصر نگه داره. و همچنین در کسانی که در ارتباط با آقای خامنه‌ای امروز حتی میبینیم اختلافات ایشون رو با آقای روحانی، ما میبینیم آقای خامنه‌ای کسی بود که 2 دوره آقای احمدی نژاد رو به عنوان دولت یا نزدیکترین دولت به خود ترقیش کرد. آقای احمدی نژاد که امروز به عنوان یکی از سمبل‌های بزرگ فساد، کثافت در یک جامعه در واقع قابل بررسی هستش و جنایتش و تمام دزدی‌هایی که کرده، به هیچ وجه اینها نمیتونیم چشم بپوشیم و تمامی پوشش هم که تا به حال داده زیر پوشش آقای خامنه‌ای. در واقع این فرد هنوز به دادگاه کشیده نشده، این اتفاقی نیست، ولی که در ارتباط با کسانی که مخالفت داره این کینه خودشو بنابراین از دست میده. بنابراین آقای خامنه‌ای هم کینه‌توز هستش، هم اهل توطئه. شما نگاه بکنید، شما چه به عنوان مردم ایران، ما به عنوان ملت ایران، شما به عنوان نخبگان سیاسی که الزاماً با حکومت نیستی، چه میزانی از درون افرادی که اینها دور هم هستند داری، چه خبرهایی داری؟ این که میگن بیت امام، بیت امام کیه منظور؟ بیت امام آقای خامنه‌ای و خانومشون هستند، یا بیت امام همون آقای خامنه‌ای و اون 4-5 نفری هستش که اینها دور هم در واقع تصمیم میگیرن؟ این بیت امام کیست؟
بیت امام آیا خامنه‌ای و مجموعی نهادهای مانند به اصطلاح نهاد آسان قدس هستش، یعنی مجموعی اون سیستم فسادی که در ارتباط وضعیت مالی، در ارتباط با مسائل مربوط به نفت، در ارتباط با کمیسیون‌هایی رو که می‌گیرن، این هستش بیت امام؟ پس بنابراین اگر این بیت هستش، این ها چرا روشن نمیشه و چه توطئه‌ای در درون این صورت میگیره؟ شما زمانی که نگاه میکنید دو پهلویشون همیشه صحبت میکنه، آقای خامنه‌ای دو پهلو صحبت میکنه، یعنی موقعی که مذاکرات بود میگفت در ارتباط با به اصطلاح پرونده اتمی ایران، میگفت آره به هر حال دارن مذاکره میکنن، من ولیکن حواسم هست، شیطان در واقع شیطان بزرگ میخوان اینا به ما ضربه بزنن، دشمن میخواد به ما ضربه بزنه، ولیکن از شکل پنهانی هم در ضمن به اونها به چی چراغ سبز ایجاد که این کارا رو انجام بدن. بنابراین یکی از ویژگی‌های این فرد وقتی ما میگیم توطئه‌گری است یعنی چی؟ یعنی به نظر دیگران رو به اصطلاح توجه نکنه، مسائل در شکل پنهانی جلو ببره، توطئه بریزه برای کسی که به اصطلاح اگرم به اصطلاح تونسته یه موقعیت و یه امتیاز در درون جامعه به وجود بیاره، در برابرش سنگ بیندازه، چاله باز بکنه، چاه باز بکنه که این فرد در درون اون بیفته. بنابراین آنچه که ویژگی آقای خامنه‌ای هستش این هستش که خواهان قدرت تام هستش و این قدرت تام میطلبه که تمامی افراد یک جامعه تابع اون باشن، یک و تمامی پرسنل سیاسی رنگ‌های ویژه خودش رو از دست بدن و همه ستایش بکنن این مدل قدرت هستش رو. و به همین خاطر هستش که من فکر می‌کنم که آقای خامنه‌ای مدل به اصطلاح توتالیتاریزم که داره، این توتالیتاریزمش در واقع شما بر اساس حدس میتونید صحبت بکنید. به عنوان نمونه دیگه ایشون گفته میشن که به هر حال مریض هستن. خب شما اگه دقت بکنید حداقل روزنامه ها میتونه در یک مناسبات باز و دموکراتیک روزنامه ها میتونن برن تحقیق بکنن، برن به هر حال نزدیک میشن، هرچند که در این زمینه قدرتمداران پیوسته سعی میکنن پیوسته خودشون رو قوی نشون بدن، تا لحظه مرگ هم میخوام بگم که ما به اصطلاح ماندگار هستیم، ما جاودانه خواهیم بود. این رو در مورد استالین ما دیدیم، اینو در مورد تمامی به اصطلاح دیکتاتورها ما میبینیم، به خاطر اینکه هیچ گونه متانت و هیچ گونه در واقع درایتی در اونها نیست، میخوان تا لحظه آخر علارغمی که در درون خودشون در واقع در شرایط بسیار ناتوانی هستند، ذهنیت خودشون دچار استرس، دچار در واقع ناتوانی های روانی هستش، فیزیکشون تمام به اصطلاح دارای ضعف هستش، ولی که میخواد بگه من تنها فرد قدرتمند در کشور هستم. آقای دکتر خسته نباشین، خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. از مقایسه‌ای که بین این دو دیکتاتور کردید بسیار بسیار جالب بود. ممنونم، تا گفتگوی دیگری. شب و روزتون خوش. همیشه خوش و سرحال باشید جناب آقای مهری عزیز، پاینده باشید. ممنونم ازتون و همچنین از همیهنانی که به این برنامه ها توجه می‌فرمایند. تشکر می‌کنم از آقای بهروز مشکینیار، کارگردان برنامه.